اسکیپ. سوال داشتید بچه ها؟ خب اگه سوالی نداری لطفا جوپیتراتون رو بیارید بالا. آها یه لحظه واسید بچه من ببینم چیکار کردم. جوپیتراتون رو نمیخواد بیارید بالا. اینه فایل یادتون هست؟ ما میخوایم الان نورال نتورک رو گفتیم به خاطر اینکه یه مقدار تنوع داشته باشیم میخوایم کراس رو بگیم ببینید که به چه راحتی میشه با کراس کار کرد. همون کدی که تو جلسه پیش زدیم رو الان میخوایم با کراس بزنیم. مثل جلسه پیش من یک دور این کد رو با کراس میزنم، هم میبینید که چقدر سریع دارم میزنم، هم چقدر مفاهیم چیز شده، خلاصه شده، خیلی از اون درگیریایی که داشتیم رو دیگه نداریمش. حالا دوباره یه کاغذ بردارید، سعی کنید مثل همون جلسه پیش. این خیلی ساده تره، اصلا فوق العاده ساده تر. خب در حین اینکه این کار رو دارید انجام میدید، یکی از دوستان پرسید که من کراس رو راه میخوام میزنم اولا کراس میاد از یه رپر یعنی چی؟ رپر رپر میاد یه سری کارها و یه سری کدهایی که برای ما پیچیده هستن ولی ما به صورت روتین ازشون استفاده میکنیم رو رپ میکنن و یه شکل خوشگلی برای ما میشه. مثلا شما میخواید که لگر بسازید باید برش وزن دیت بسازید و بایاس بسازید، درسته؟ کراس اومده اینو لگر تنسور فلور چیکار کرده؟ رپ کرده. خب ببین تو میخوای اگر یه لایه تنسور پلایی بسازی، ما که لایه تنسور پلایی ساختیم چه چیزایی اضافه کردیم؟ هم وز تعریف کردیم براش، هم بایاس تعریف کردیم، بعد این دو تا رو در هم ضرب کردیم، در این پوت ضرب کردیم، درسته؟ این یه کاری که حتما انجام میدیم توی تنسور پلایی. خب کراس گفته چه کاری که اینا هر دفعه هی شما تکرار رو کنید؟ من میام این تیکر رو برای رفت میکنم، شما فقط گرد فانکشن رو کار بزن بدون کلاس رو یک کلاس رو اینیشیال بکن. اینا که لایه ساختی، من خودم توی بک‌گراندم میام میرم تنسورفلو رو صدا میزنم، دیتر رو میسازم، بایاس رو میسازم، متناسب با اون شیپی که میخوای ضربش رو میکنم. مفهوم رپری. حالا چرا میزنن یوزینگ تنسورفلو بک‌اند؟ چون کراس اومده خودش رو تطبیق داده با لایبرری های مختلف. شما اگه روی سیستمتون دیانو داشته باشید کراس میزنه یوزینگ دیانو بک‌اند، ولی چون ما دوره همون تنسورفلو کراسه تنسورفلو رو نصب کردیم، کراس هم که میان میشین روی تنسورفلو و از خود تنسورفلو رو استفاده کنم، ولی از بکندهای دیگه از CNTK مثلا استفاده هم کنیم. CNTK یه لایبرری دیپ لرنینگ مایکروسافت، مایکروسافت داره دیولپش میده. کراس روی اون هم میشین، مثلا روی سیستم مایکروسافت باشه کراس رو نصب کنید، کراس میاد اون رو رفت میکنه بعد. ولی چون ما تنسورفلو داشتیم هممون، امیدوارم از کتفه میاد روی اون رفت بهش من انجام میده. پس لازم هست قبل از نصب کراس یکی از اینا رو داشته باشید. من تا به حال کراس رو روی سیستم خالی که تنسور فلو ندارم نصب نکردم، ولی آره دیگه یه رپر باید یه چیزی رو رپ کنه. سوال؟ خب ما توی تنسورفلو چی میگفتیم؟ میگفتیم من باید یه گراف بسازم، یادتون هست؟ میگفتیم یه گراف میسازیم، اینا رو دبلیو رو در بی ضرب میکنیم و فلان و فلان. ما اگه بخوایم معادلش بکنیم میتونیم بگیم معادل اون گرافه اینجا مدلیه که من توی کراس میسازم. برای اینکه یه مدل توی کراس بسازیم یا همین فلویی که میاد ورودی ها رو میگیره و تبدیل به خروجی ها میکنه، اگه یادتون باشه ما توی تنسورفلو هم اسمش رو گذاشتیم مدل، یادتون هست tf.matmal x در w علاوه b اسمش رو گذاشتیم مدل، چون میخواستیم نشون بدیم که این واقعا مدله. اگه بخوایم همچین مدل رو توی کراس بسازیم، یه حالتش اینه که از سکونشیال استفاده بکنیم، یه حالتش اینه که از خود مدل استفاده بکنیم که اون سبک مدل خیلی قوی تر و کارهای خیلی پیچیده تری میشه انجام داد، ولی توی این دوره بهش نیاز نداریم، ولی دوره بعد کاملا با اون کار میکنیم. خب اینا که چند تا ایمپورت کراسیه، من نمیدونم اینا رو ایمپورت کردم. اوکی اوکی من یادم میره چون خودم پشت چیزم.
ما لاجستیک ریگرشن رو با کراس میزنیم، چیزی که جلسه پیش با تنسور فلو زدیم، میبینید که چقدر ساده است و تبدیل کردنش به نورال نتورک یه خطه، واقعا یه خط سخت نه، که اون رو شما انجام میدید و بعد میریم روی مالتی کلاسیفیکیشن، چیزی که بس که دوستمون داشتیم، و کار پیچیده تر انجام میدیم، میبینیم مالتی کلاسیفیکیشن رو چجوری میتونیم با یا مالتی ریگرشن رو چجوری میتونیم با تنسور فلو و کراس انجام بدیم. این که کراس کلی رو ایمپورت میکنه، ایمپورتش هم نکنید مهم نیست. این کراس آت مدل سیکوئنشیال رو ازش میگیرم، با سیکوئنشیال مدلم رو میسازم. از ماژول لیر دنس رو ایمپورت میکنم. دنس هم هر کدوم از این هیدن لیرهایی که توی شکل‌های مختلف بهتون نشون میدادم یه دنس لیرن، بهشون فولی کانکتد و دنس هم گفته میشه دیگه، یعنی دنس هم دیگه چی میگن فارسی چگاله، کاملا به هم دیگه متصلن، کاملا متصلن. یه بحث دیگه این پایین داریم، از قسمت keras.utils من پلات مدل رو ایمپورت کردم. پلات مدل همون چیزی بود که من ویدیو فرستادم براتون که بتونیم این جلسه باش کار بکنیم، رسم این که مدل رو که ساختم میخوام مدلم رو پلاتش رو بگیرم. این بیشتر توی مقاله ها شاید به دردتون بخوره، مثلا یه شبکه یه چیزی میزنید با این پلاتش رو بگیرید توی مقالتون بذارید، چون اینکه کدش رو بذارید خب خیلی پیچیده و غیر منطقیه، عمدتا از پلات مدل استفاده میکنم. حالا میریم جلوتر میبینیم چه شکلیه. دوباره میبینید اینجا نوشته using tensor flow backend که میگه دارم backend من tensor flow دیگه داره اطلاع میده. خب اینا که دقیقا همونن دیگه، نیازی نیست بررسیشون بکنیم، یعنی میاد یه دسته کلاسی داده کلاسیفیکیشن برام میسازه، این هم که میاد extrain و extest و فلان رو میسازه. خب برای شروع من یه مدلم رو میسازم، اول یه مدل خالی میسازم سیکوئنشیال. خب وارنینگ ها رو چون من آناکوندام یه مقدار به مشکل برخورد دیروز، این وارنینگ ها شاید برای سیستم شما نیاد، یا اگرم اومد زیاد چیز نباشید، بوری نباشید. خب لاجستیک ریگرشن سر جمع چند تا لیر داشت؟ یه دونه داشتی، یه دونه اینپوت لیره، یه دونه آوتپوت لیره، که عمدتا اینپوت لیر رو تو شمارش نمیارن بهش میگن اینپوت لیر. پس من یه دونه لیر میسازم که دنس باشه. تعداد یونیت ها چند بود؟ تعداد یونیت هایی که ما برای لاجستیک استفاده کردیم جلسه پیش چند تا بود؟ چند تا نورون داشت؟ سه تا داشت؟ دوتا داشت، یه دونه بود دیگه، دوتا اینپوت فیچر داشت، اینا رو در هم ضرب میکرد، بالا به بی میکرد، یه سیگموید میزد روش، پس یه دونه یونیت داره، درسته؟ ما یه اینپوت دایمنشن هم داشتیم، اینجا باید بگیم اینپوت دایمنشنمون چند تاست، یعنی این اینپوتی که دیتاهایی که میاد توش چند تاست دایمنشنش. ببین بچه من جلسه اول میگم ما کلن تو دیپ لرنینگ برید جلو خیلی باید روی این شیپا دقیق باشید، یعنی کلا داریم با شیپا کار میکنیم. سیگموید ما چه شکلی بود؟ اگه بخواید بیاریم اینجا، من یه صفحه جدید اینجا اضافه بکنم، من سیگمویدمو بخوام اینجا بکشم، به من اجازه میده بکشم اینجا چه کاریه؟ بیام اینجا. خب بچه این اگه یادتون باشه این چی بود؟ لاجستیک ریگرشن بود. این لیر چند تا یونیت داره؟ یه دونه. این که اینپوت لیره، درسته؟ برای ما گفتیم اینپوت لیرمون چند بودی بود؟ دو بودی بود دیگه. پس من باید بگم اینپوت دایمنشن من دو بودیه، یونیت منم یک بودیه. خب اکتیویشن من چی بود؟ اکتیویشن فانکشنی که من برای لایه آخر استفاده میکردم تو لاجستیک چی بود؟ سیگموید. نگه اصلا خیلی ساده است، نگه دارید باش حرف میزنید، خب اکتیویشنت هم سیگموید بسار، خیلی بچه باهوشیه با من. خب یه نیم هم بهش میدیم دیگه، مثلا چی بهش بدیم؟ آوتپوت لیر مثلا بهش بگیم آوتپوت لیر دنسه. این همین بحث فولی کانکتده، نگاه کنید من اینجا بیام، اشاره نکردم بهش،
ببین اینا رو نگاه بکنید، اینا فولی کانکتدن، یعنی تمام نورون ها به هم دیگه وصلن. این دنسه میاد میگه که من یکی از این لیرها میسازم که به لیر قبلی و به لیر بعدش کاملا متصل بشه، یعنی این ضربه رو خودش انجام میده، شما کارت نباشه. استفاده میکنیم مثلا تو نورال نتورک از این لیرها بیاریم و فولی کانکتد نباشه؟ من نیدم. خودتون طراحی میتونید بکنید. من نیدم واقعا، من همیشه دنس استفاده کردم. خب CNN که ما دنس استفاده نمی کنیم، از CNN لیر استفاده. آره اینجا اگه بخواید بعد بهت نشون بدم ایناش. تب ای بابا اشتباه رفتم. تب نیا کنید کانف 2D، کانف 2D ترانسپوز کانولوشنال 2D لیر ها رو از اینا میاریم استفاده. این دنسه، این لیر کل چیز هست، اصلی هست. خب کجا بودیم؟ یه اسم دادیم بهش، تمام شد دیگه، درسته؟ من لیر رو ساختم، الان باید به مدلم اضافه بکنم. دات ات میام فقط میگم لیر رو اضافه بکن دیگه. ببینید شما میتونید اینجوری جدا جدا لیر بسازید. خیلی هم هستن که میان چیکار میکنن، خیلی ریلکس میان میگن که مدل دات ات با این صحنه بیشتر مواجه میشید که مثلا حتی این لیر رو هم جدا نمیکنن. حالا ما به خاطر اینکه یه سری کار کوچولو باش بکنیم جداش کردیم. اسمش هم بذارم همون چیزی که اونجا گذاشتم دیگه، output layer. خب اینو ران میگیرم ببینم موضوع چقدر رو اوکی. خب بچه ما مدل رو ساختیم، حالا مدل ساخته شد. چی؟ عملا چون لیر رو من ران گرفته بودم و توی رم هست، به خاطر همین مشکل پیش نمید. خب اد کردم، الان مدل رو ساختیم. حالا میخوایم بریم بهش چی بگیم؟ میخوایم بهش بگیم که کامپایلش کن. کامپایلش کن یعنی چی؟ یعنی که میخوام بهش بگم که ببین من میخوام با فلان گرادیانت، از فلان الگوریتم گرادیانت دیسنت استفاده بکنی، از فلان اپتیمایزر استفاده بکنی، از فلان لاس فانکشن استفاده بکنی و از فلان متریک. اولا سه تا المان رو بهش میدیم. اولین المانی که بهش میدیم لاسه. لاسی که ما استفاده کردیم جلسه پیش اسمش چی بود؟ بچه لاس با اپتیمایزر قاطی نکنید. اون برای رگرشن بود. لاجیت اون زده، یه از کورسای دیگه تو ذهنت لاجیت، من لاجیت نگفتم فعلا. آره ما از اون لاگ لایلیهود یا کراس انتروپی استفاده میکردیم، درسته؟ کار ما چی بود؟ خروجی ما چجوری بود؟ صفر و یکیه، درسته؟ پس خروجی ما باینریه، بهش میگیم باینری کراس انتروپی. این لاسشه. اپتیمایزر من نمیگیره. خب لاسش رو بهش دادم، حالا اپتیمایزر رو بهش میدم. اپتیمایزرمون چی بود؟ از چه اپتیمایزر های جلسه پیش استفاده کردیم؟ بچه من یک ساعت در مورد اپتیمایزر بود. مثلا میگیم از آدام استفاده بکنم. میگه چرا ساده بهش میگم آدام، مینویسم خودش میفهمه. وقتی که میاید بهش بگید از آدام استفاده بکن، خب و دیگه براش لرنینگ ریت و اینو تعریف نمیکنید، خودش میفهمه که لرنینگ ریت و این بحثا رو چیکار کنه، دیفالت آدام برداره، یعنی میره یه آدام برای خودش دیفالت میاره. خب متریکس رو چون میتونیم متریکس های مختلف داشته باشیم، بخاطر این متریکس رو باید توی یه دونه لیست بذاریم. اوکی متریکسی که استفاده میکردیم چی بود؟ یعنی با چی میمونیم دقت سیستم رو چک میکردیم؟ اکیورسی. مثلا اینگاه داری باید صحبت میکنی، مینویسی براش، میگه اکیورسی استفاده بکنیم. اوکی خب ما تا اینجا مدل رو کامپایل هم کردم. حالا برای اینکه ببینم موضوع چه قراره، میام یه مدل رو سامری میگیرم. وقتی مدل سامری میزنید میاد خلاصه بهتون میده. میگه که به آوتپوت لیرتون یه اینپوت خودتون اضافه کردید. کجا اضافه کردم؟ من به اینجا گفتم که من به آوتپوت لیرم اسمشو گذاشتم آوتپوت لیر، درسته؟ دقت بکنید اینجا باید روند کار رو از دست ندید. اسم اینو گذاشتم آوتپوت لیر. بعد وقتی که
دارم کراس رو ران میگیرم همیشه اسم این رو خودش میذاره آوتپوت لیر. اگه اسمش رو نذارید مثلا میذاره دنس، اسمش رو میذاره دنس 1 دنس 2 دنس 3. به خاطر همین بهتره که اسمش رو بذارید. میاد میگه که من اومدم به آوتپوت لیر شما یه اینپوت اضافه کردم، اینپوت شما شیپش چیه؟ نان و دو. یادتون باشه ما یه داستانی داشتیم سر اینکه نان رو متوجه بشیم موضوع از چه قراره رو درکش کنیم، نان رو بذاریم. کراس اصلا اصلا نمیپرسه، خودش میاد نان میذاره، شیپ ورودی اینپوتمون رو اگه یادتون باشه ایکسامون رو می‌خواستیم یه پلیس هولدر بسازیم براشون، بعد یه شیپ بهش دادیم، شیپش رو گذاشتیم چی؟ نان و تعداد فیچرها. من فقط اینجا اومدم بهش گفتم ببین اینپوت دایمنشن من دو تا، من دو تا فیچر می‌خوام. این خودش اومد یه دونه پلیس هولدر ساخته که شیپش چی؟ نان نگور. یعنی اون قضیه این که من الان داره تست بهش بدم، داره ترین بهش بدم قاطی نکنه، به خودش حل کرد. یعنی اون قضیه که دیگه پلیس هولدر می‌ساختیم برای این بهش می‌ساختیم بعد اون بعد اینکه قبلا می‌ساختیم خودش داره با تنسورفلو. بله بله با تنسورفلو خودش داره می‌سازه. بله بکن تنسورفلو. خب این یاد میگه که ببین وقتی به من میگه یه اینپوت دایمنشن دارم، اینپوت ورودی دارم که دایمنشنش دوه، یعنی چی؟ یعنی من باید یه پلیس هولدر بسازم که فیچرش دوه و بلا بلا. ولی تو سامر نیاگاه قشن میکشه دیگه براتون، میگه میگه که یه اینپوت داری، یه اینپوت لیر داری، شیپش چیه؟ نان و دوه، تعداد پارامترهاش چند تا؟ صفر داره دیگه، اینپوت دیگه، اینپوت لیر شیپ جدا نیست. یه به قول شما همون یه رپر میشه. بله دیگه یه رپر قشنگ. کراس یه رپر. فکر کردم انجینش جدا. نه نه نه. یوزینگ کراس چیز دیگه. الان شما نگاه بکن ببین من برای اینکه یه کوچولو چیز بکنیم خب این تی اف درسته؟ نگاه کن تی اف خودش داد کراس داره. مثلا یعنی خود تنسورفلو کراس رو تو دلش داره، های لولش کراسه. دقیقا از همون میتونی به همه اینا برسی. نگاه کن از TF کراس داد لیرز میتونی به دنس برسی. یعنی خود تنسورفلو اومده کراس رو کشیده تو خودش، میگه به صورت دیفالت هم بکندش رو گذاشته کراس. ما به خاطر اینکه کسی مثلا من ندیدم زیاد کسی بیاد بزن TF داد کراس داد لیر داد دنس، گفتیم یه پایپ داد کراس هم بزنی. اگه دیده باشید پایپ داد کراس تو خیلی سریع نصب شد، چند نگه دانلود کرد در 20 تا بیشتر دانلود نمی کنه. چرا؟ چون یه رپره دیگه، فهم میاد میشینه روی تنسورفلو. خب بریم ادامه این سامری رو با هم بررسی کنیم. تو همون دایه‌ای که داده‌های بودو مستقیم کشور داده شده این کار ساده‌تر کرده. میگه که دنس لیر اول تو خب نمیتونه همینجوری بمونه که یه داده باید بهش وارد بشه. خب اومده گفته اگه به دنس لیری شما بزنی یه بود دایمنشنش مساوی به یه عددی بذاری، من میفهمم که این قبلش باید یه دونه لیر ورودی بزنم. بعد از این ما بخوایم مثلا نورال نتورک بزنیم، بعد از این بخوایم که لیر دیگه اضافه بکنیم، اینپوت نمیزنه. چرا؟ چون اینپوتش نبی خودشه و خود این مدل این قضیه رو هندل میکنه، میدونه اینپوتش نبی خودشه. من اینکه خودش نشد لیر رو شما مونی نوشید چی؟ اون اینپوت لیره یا دوستش مثلش اینپوت لیره؟ نه اینپوت لیر نیست، این یه دنس لیره که اینپوتش رو بودید چی داره؟ یه ورودیه که شیپش دوره نام دوره. یه دنس لیره ببین اینجوری به قضیه داره. نه نه ببین من اینپوت لیر تعریف نکردم. توی حالت‌های پیچیده‌تر کراس ما می‌تونیم اینپوت لیر رو جدا تعریف کنیم، به سیستم اضافه بکنیم که این کار می‌کنه. باشه شما تو دوره بعد مثلا میگین چی کردم من این دوره زدم. ببین تو میای میگی که من دو تا یه لیر بیشتر ندارم، پس یه دنس لیر می‌سازم. خب وقتی یه دنس لیر می‌سازی این باید اینپوت لیر داشته باشه یا نه؟ درست میگه به این دنس لیر میگی ببین تو یه اینپوت لیر داری که فیچر دو تا فیچر داره. اگه اینو نزنی این سیستم بهت ارور میده، بهت میگه که بس ورودی چی شد. حالا بعد این دنسه بخوای یه دنس دیگه اضافه بکنی، یه فرض بکن دقیقا بعد از الان به بعد بفهمی چی کار بکنی، بهت مثلا چند بودی بزنی، این دنسه میاد بهتون میتونی یه دنس بنویسی و براش اینپوت لیر هم تعریف نمی کنی. چرا؟ چون اینپوت چیز ورودیش قبلی شده خودش. خب ادامه رو با هم بررسی کنیم.
این که این دیره بود خودش اضافه کرد، من فقط دایمنشنش رو بهش دادم، خودش فهمید اضافه کرد. این دنسی بود که من تعریف کردم، اسمش رو گذاشتم اوت بود دیره. شیپش چیه؟ من شیپش رو گفتم یه نورون، یه نورون چیز داشته باشه، نورون داشته باشه. خودش دوباره فهمید که باید نورون رو اضافه بکنه. دوباره چجوری میکنم که بعد از اون پشت شما رو یه لایه داریم بعد نون بذاریم دیگه؟ چی بذاریم؟ نان بذاریم؟ با همه یه لایه ها گروهیشون نانه دیگه، چون گروهیشون بسته به شیف دیگه. یه دور رو پشت پشت چیزه رو زد فیلو رو گرده دیگه گروهی همه شو داره دوری ده تا گروه بکشه میشه. نانه در اون چونه دیده سنده نمیشونه؟ آره آره. ببین تو به لایه اول، این لایه اولت فرسیمان، این لایه دومت. خب ام تا داده ترین به این میدی با فیچر دو، به این چند تا داده ترین میدی؟ از خروجی این چند بودی میشه؟ خروجی این چند بودی میشه؟ ببین این اینجوری بود دیگه، دو تا فیچر داشتن درسته؟ این اومد اینجوری شد. این فیچرها ما گفتیم وکتورایز بکنیم میشه ام در دو، ام در دو میاد تو این، از این خارج بشه میشه چند در چند؟ میشه ام در سه دیگه. ترین ها که خورده نمیشه میگه، ترین ها میاد تو این، این هم میشه ام در چهار. داریم که همون ام داره میده بوده دو میشه برای همشون آن ببینیم، چون یه امه دیگه. تو این ورودی رو با 10 تا ترین اینجا وارد بشی، اینجا هم 10 تا ره، اینجا هم 10 تا ره. فقط تعداد فیچرها با تعداد نورون هایی جدا رو عوض میشه که اینو بهش میگم همشه. ما مثلا اولش میگم ترین 200 مثلا داده داریم درسته، بعد 140 بشه مثلا میشه برای ترین اینجا بیم نان بذاریم که این تغییره تغییره داره. خب میگم همه اولش که 140 بده وارد شبیه میشه، بقیه میدونن که 140 چرا نان باشه. خب تو اینجا فیکس بکنی و یه تست بدی که قاطی میکنه دیگه. خود سیستم این کار انجام میده. خود سیستم خودش این کار انجام میده. سیستم وقتی دیدیم گروهی چه تاره این هم خودش شهر میکنه. ببین حالا میخوایی من برای فیکس بکنم؟ نه. اینو میخوایی پاک بکنم؟ میخوام ننویسه من. خب ببین من این لیرها جدا هم. اوپیه ببین. این لیرها جدا هم. جدا جدا این رو تعریف کرده. تو اصلا نگاه نکن. خودش میفهمه که بر اساس این خودش میفهمه. ولی چون این لیرها رو جدا جدا داره تعریف میکنه، نمیتونه بهش بگه که خالی باش، بهش میگه نان باش و هرچی بهش اومد استفاده بکن. براش مهم زیاد پیچیدش نکن، داری خیلی پیچیدش. خب بچه نگاه بکنه، این برده سه تا پارامیتر دارن. پارامیترهایی که این گفته چی بودن؟ پارامیترهایی که لایه آخر داشت چی بودن؟ جلسه پیش ما بررسی کردیم بگید دیگه، سه تا پارامیتر داشتیم جلسه پیش باش خط هم کشیدید. دبلی یک، دبلی دو، دبلی میکنی؟ خب این مدل سامری بود. یه کار دیگه که میتونیم انجام بدیم، میتونیم پلات مدل بکنیم. پلات مدل میاد بهش میگه که مدل رو اسمش رو به من بده، مدل من اسمش مدله، میگه حالا میخوای کجا ذخیره بشه. من مثلا میزنم logistic.png همینجا ذخیرش کن. بعدم میگم که ببین شو شیپ، شیپ ها رو میگه نشون بدم، میگم آره نشون بده. اینو بلات میکنم، میام بیرون یه رفرش لاجستیک پی ان جی. این میاد اینجوری برای من این شکل رو میکشه، یعنی اون گرافیز و اینا که میخواستیم نصب بکنیم این بود که این شکل رو میکشه. این شکل خیلی ساده است، چون من یه دنس بگیر بیشه ندارم، ولی توی مثلا سینن و اینجور چیزا میبینید این شکل چقدر اطلاعات زیادی داره. این یه که تو یه اینپوت لیر داری که دو بعدی توی اینپوت لیرت وارد میشه، دو بعدی خارج میشه، میاد توی لیر آوتپوت لیرت، یعنی اون سیگمای آخری دو بعدی وارد میشه، این دو بعدی ها در هم ضرب میشن، بعد بیفی میشن، میشن یه عدد، یه بعدی یه چیز باینری خارج میشه. چیزشو نگفت، سیگمایدشو نگفت. اگه مثلا بخوای سیگمایدشو بگیره باید توی اون مدل جدا جدا بزنیش که حالا میگم جدا. من نایدم میتونید بکشید براش بنویسید خودش شکل مقالا میدم خودشون میکشن. آره اون شکل زیاد آخر این شکل مثلا سی ان ال میخواد بزنه این شکل نمیشه، اون شکل هم میتونید سه پیچیده میشه. ولی عمدتا مثلا من اینو میگم زیاد هم فرق نداره، میتونید اینجوری هم بدید.
اوکیه. ولی من با این راحت دارم حالا. من راحت بله بله. ویدیوهایی که گذاشته دادم تو گروه ملاحظه کردیم. اوکی. اونو ملاحظه بفرمایید. این با پلات مدل انجامش دادم. برای اینکه پلات مدل کار بکنه باید اون گرافیز و پلات دات و پلات دات پلاس و اینا رو نصب کنید. شکل رو شما اینو ران بکنید میاد براتون. چون لایه دوم من دنسه دیگه. لایه اولم اینپوت لایره. درسته؟ لایه اولو من اصلا اینجا ننوشتم. خودش فهمید. خب بچه یه بار اینو بزنید براتون جا میفته. این شاید اونقدر ساده سادم قاطی میکنه. خب من مدلمو ساختم، سامری گرفتم، پلاتشو نگاه کردم، این مدلیه که میخوام، درسته؟ حالا میام مدلمو چیکار میکنم؟ ترینش میکنم. برای اینکه ترین کنم از فیت استفاده میکنم. برای این فیت بهش میگم که خیلی ساده ایکس ترین و وای ترین رو بهش میدم. حتی میتونید بهش بچ سایز بدید، یا بچی که جلسه پیش خوندیم رو هم میتونید بهش بدید. ما چون جلسه پیش از بچ سایز استفاده نکردیم و بچه همون کوچیکه، من بهش بچ سایز نمیدم که خودش بفهمه که چیز کنه، همه داده رو استفاده بکنه. خب باید بیایم بهش چی بگیم؟ بهش بگیم این انیپاکست، نه این ایپاکسه که بهش میگم انیپاکس باش. خب ران میکنید و شروع میشه، ران میکنه. اکیوریسی هم اینجا نوشت. ببینید اکیوریسی که رسیده 0.27. خب این کمه چون تعداد ایپاکاش کمه. تعداد ایپاکا رو مثلا میبرم روی 200 مثلا. بعد میام اینجا دوباره بهش میگم ران کن. اکیوریسی کجاست؟ اکیوریسی این پایینه 33. اکیوریسی اصلا علاقه ای نداره زیاد بره بالا. 50 تا تعداد ایپاکا رو ببرم بالا نه؟ آها با داده قبلی بود ولی زیاد مهم نیست. داده قبلی به پایین با چند تا زدم؟ با 500. این اینو ران نکردم حالا این دفعه داستانیه. خب خب آهان رسید. دقتش مثلا شده 95 و 71. لاست فانکشن لاستش هم شده 1670. حالا این مدل دات فیت رو میتونیم چیکار کنیم؟ بذار برم اکسس دارم از اینجا بهش. مدل دات هیستوری اکسس دارم. آره خب اگه بیاید مدل هیستوری بزنید، هیستوری آبجکت اینجا سابسکرایب. اوکی اکسس ندارم، باید اینجا می نوشتیم مدل هیستوری. میخوام نشون بدم که تمام کاری که جلسه پیش به سختی انجام میدادیم خیلی کول خودش انجام میده. خب دقت به همون رسیده. فقط قبل مدل فیت رو ریختم، داده خروجیش رو ریختم توی مدل هیستوری که بیام اینجا چیکار کنم. از مدل هیستوری دات هیستوری به لاس دسترسی پیدا کنم. این تمام لاسایی که داشتم. اوکی لاس ولیوز اسمش رو گذاشته بودیم جلسه پیش. یه دونه هم چی داشتیم؟ اکیوریسی داشتیم، درسته؟ اکیوریسی که فکر کنم ایکی قبول میکنه. اکیوریسی آره ایکی قبول میکنه، ACC. اوکی خب من اکیوریسی ولیوز رو، لاس ولیوز رو برای 500 اپاک گرفتم. باید چی کار کنم؟ plt.figure میزنم، تو دو تا فیگور مختلف اینا رو بکشم. plt.plot last values. خب این last values رو داره نشون میده. ما اونجا چیکار میکردیم؟ مجبور بودیم جی فانکشن رو بنویسیم، هر دفعه اپند کنیم و اینه. خودش داره ذخیره میکنه. دوباره این دوتا خط این بالا رو میارم این پایین، اینجا میزنم accuracy values. خب اکیوریسی رو چقدرم بد رفته بالا، حالا رسیده دیگه بهش. اکیوریسی رو هم توی ترین های مختلف پلات کردم. خب یک کار دیگه دوباره ما اومدیم مثلا گفتیم چیکار میکنیم. ما مثلا نیاز داریم خط جدا کننده رو برای مثال بذاریم، خیلی کم رخ میدن چه کاری بکنید. من میام چیکار میکنم؟ من به لیر میگم که به من ویتات رو بده. ویتا رو ازش بکشیم، این دبلیه که این دبلیه دوه، اینم بیه که بیشه و صفر شده. آه ببخشید این لیره
اون لیر قبلی است بیش تمام حالت اینیشیال مده، این لیر جدید است. یکی آنلاین ویت هم میزنید، ویت و اینا رو همه رو بهتون میده دیگه، درگیر سشن و این جور چیزا کلا نمیشید. الان با استفاده از این ویت ها میتونید خط جدا کننده تون بکشید. قشنگ نبود کراس؟ خیلی قشنگ. جان آره آخه میدونی بالا بودنش به چه دلیله؟ چون این یه دونه آپدیت بکنه میفهمه که قد جدا کنندش اینجوری. آخه معادله خیلی ساده است. میدونی الان مثلا بریم یه دیتا ست نمیس کار بکنیم، ترجمه میشه که یه مقدار اینجوری هم که نیست. خب این خیلی ساده است، خب تا مثلا اینجوری هم بندازه یه آپدیت بکنیم بسیم، نه اینجوری هم بندازه با دلنگش. خب بچه اینو بزنید، یاد اینو بزنید، بعد نداره ویدیو. خب سوالی داشتید؟ سوالی دارید تا الان تا اینجا؟ اگه سوالی نداری من میخوام ویدیو رو پاز بکنم که هر کی چیز نشه. جان داده تست اصلا من تست نگرفتم. اکوریسی رو از داده ایپاکای ترینش. داده تست رو میاد میزنید مدل دات ایوالویت ایکس تست و وای تست بهش میدید، میاد بهت لاسش رو میده، میه 0.06 و به دقت 100 درصدی رسیده هستن. کلان توی تست به دقت 100 درصدی رسید، توی ترین کمتر رسید. به این بچه زیاد بحث دقت این رو چیز نکنید چون این مدل ساده ای. الان بریم روی مدل ام نیست بخوایم کار بکنیم، اونجا پیچیده تر میشه. بخواید مثلا یه دیتا ست جدید بهش بدید پردیکت بکنم، مثلا میگید مدل دات ایوال پردیکت به پردیکت مثلا ایکس تستت رو میده، خودش خروجی بهت وای تست رو میده. دقت بکنید این مثلا خیلی نزدیک به صفره، این خیلی نزدیک به صفره، این خیلی نزدیک به چیه؟ این خیلی نزدیک به یکه. اینو اگه ضرب 0.1ش انجام بدیم میشه 0.92.5. درسته؟ یعنی میگه این 92 درصد برای کلاس 1ه. اوکی اگه راند بزنم بهش میشه 1 و 0 دیگه. این یه اریه دیگه، درسته؟ مثلا اینو میتونم بگم by predict، by predict رو بریزم اینجا بگم np.round by predict. یعنی الان مثلا دقیقا دیگه شماره کلاس داره میده 0 1 0 1 0. بلد این تیکه رو بلش کنید، حالا یه دور اینو پیاده بکنید ببینید ببینید به کجا میرسیم. بله این همون فایل قبلیتونه دیگه، فقط این کلاس ها رو ایمپورت بکنید، همون قبلی هست، من تو کار دست نزدم بشه باینری کلاسیفیکیشن. من ویدیو رو قطع میکنم اگه کسی خواهد. بچه این تیکر نها کنید، اینو میبینید انکلاسر پر کلاس رو اگه بکنیم دو خوب نیفتید، دوتایی جدا نگاه بکنید. اگه یکم دقیق نها کنید، این یک کلاستره، این یک کلاستره، برای زردام این یک کلاستره، این هم یک کلاستره. درسته؟ مسئله این مقدار پیچیده تر شد، میتونید بکنید سه مثلا، حتی سه بکنیم به خاطر چیزش. آره دیگه به خاطر اون داستانه ارور میده، باید یه سری چیزا همین با دو هم میشه کار کرد. مثلا الان خیلی واضح تره، این یه کلاستره، این یه کلاستره، این یه دسته است، اینم تقریبا یه دسته است. این مثلا مسئله رو برای شما داره چیکار میکنه؟ یه مقدار پیچیده تر میکنه. میتونید با این مک کلاسیفیکیشن کار بکنید، مسئله رو چیز کنید، پیچیده تر بکنید برای خودتون، پارامترهاش زیاده. بعد مثلا پیچیده تر کردید، خب با لازیستیک رگرشن به دقت خوبی نرسیدید، میتونید مثلا تعداد چیزها رو زیاد کنید، لیرتون رو زیاد بکنید، بشه چی؟ بشه نورال نتورک. برای اینکه نورال نتورک بکنید باید چیکار بکنید؟ یه دنس دیگه اضافه بکنید، به مدلتون اد بکنید. خیلی ساده، یعنی بخواید اگه اینو آره بخواید اگه چیز بکنید باید یه مدل دیگه اینجوری بزنید، مدل دات اد دنس
یه دنس دیگه بهش اضافه بکنید. ولی دیگه اون موقع اکتیویشن فانکشن و این بحثا رو یادتون باشه دیگه، اکتیویشن فانکشن سیگموید نباشه. فعلا نمیخواد اونایی که تمام کرد